سلام دوست عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه، اوضاع بر وفق مرادت باشه. نوبتی هم که باشه نوبت آموزش کاور لحاف هست. من توی دو تا پست قبلتر آموزش تشک رو دادم که خیلی دوست داشتید، استقبال کردید و دوست داشتید سه تا باهمش رو بدوزید. توی این پست براتون کاور لحاف رو آماده کردم به ساده ترین و راحت ترین روش. لطفا این پست رو سیوش بکن که بتونیم همیشه ازش استفاده کنیم و دم دستت باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. دوستانی هم که میان پیج من و از آموزش ها استفاده میکنن و خیلی هم خوبه، لطفا فالو هم بکنن که اینستاگرام بتونه پست های بعدی من رو هم بهشون نشون بده. بزن بریم با هم آموزش رو ببینیم. خب من برای اینکه بتونم لحافم رو به دست بیارم اندازه‌شو، اگر لحافتون هست که هیچی، اگر که میخواین لحاف بدوزید اندازه تشک تخت رو احتیاج دارید، 20 سانت به سمت راست من رفتم و 20 سانت هم به سمت چپ تختم، یعنی از طرف عرض، و 20 سانت هم پایین. قسمت بالا رو در نظر نگرفتم چون بالش قرار میگیره و بالای تخت هستش و اندازه هم شد 1.60 متر در 2.20 متر 4 ضلعی پایین. اومدم برای اندازه کاور 8 سانت به عرضم اضافه کردم و 18 سانت به طول لحافم، یعنی این 8 سانت و 18 سانت به لحاف اضافه میشه و کاور من به دست میاد. روی پارچه میندازم به این شکل. پارچم رو الان من برش زدم، احتیاج دارم به دو تا تیکه پارچه دیگه برای لحاف، برای یه دونه کاور لحاف دو تا تیکه پارچه من نیاز دارم، مثل یه کیسه که لحاف داخلش قرار بگیره. دور تا دور کار رو من بغض لبه بالا رو نیم سانت با فاصله نیم سانت از لبه ها میدوزم، چرخ میکنم. من رو چرخ کردم لبه های کارم رو، گوشه های کار رو به این صورت برمیگردونم به این شکل. دور تا دورش رو 1 سانت من میدوزم، دور تا دور یعنی رودوزی میکنم. من یه نکته خیلی مهم هستش که توی این آموزش باید بهتون بگم اینه که ما برای هر دوختی میایم روبروی پارچه ها رو روی هم قرار میدیم، ولی اینجا پشت به پشت پارچه، از روبرو نیست. من الان 1 سانت دورم رودوزی کردم. برای قسمت لبه کارم یه نوار لایچسب میخوام، لایچسب پارچه‌ای من اندازه زدم به عرض کارم و ارتفاع اندازه 3 سانت لبه کار. به این صورت با اتو میچسبونم هم این قسمت رو و هم قسمت دیگه پارچه رو. یعنی من الان دارم لایچسبم رو به سمت پشت کارم میچسبونم، داخل کیسه میشه روی کار من. خب به دو تا نوارم احتیاج دارم دیگه، میریم که بچسبونیم. من چسبوندم این دوتا لای چسب رو به لبه کارم و اندازه عرض کار و 3 سانت لبه، یعنی 3 سانت ارتفاعشه. دوتا تا میزنم، ببینید، یه بار به این شکل، یه بار به این شکل دیگه، یعنی در عرض میشه 9 سانت من دارم از کارم کم میکنم و لب به لب کارم رو یه نیش میرم و چرخ میکنم. ببینید به سمت پشت کار من این رو برگردوندم دیگه، از قسمت چپ و از قسمت راستم 15 سانت چرخ میکنم. نگاه کنید به این صورت، من از لبه های کارم بعد از اینکه اون بالا رو چرخ کردم 15 سانت از راست و چپ چرخ میکنم به سمت داخل. حالا کارو برمیگردونم، این کار به سمت روی کارم برگردونده میشه. نگاه کنید اصلا پارچم پررنگ تره و مشخصه. تا الان من داشتم روی پشت کار میکردم، الان کاورم رو برمیگردونم و به این صورت شد. نگاه کنید به روی کار برمیگردونم. شما هر مرحله به مرحله ای کارتون رو میتونید اتو بزنید که تمیز در بیاد. من کارم رو لبه ها رو با دستم بازی بازی میکنم که قشنگ درز کار بیاد بیرون و خوب اتو بخوره. اتو که زدم به این صورت لبه کارم برگردونده میشه به سمت داخل. من این دوتا لبه رو با دکمه قابلمه‌ای میچسبونم. شما میتونید از دکمه قابلمه‌ای های بزرگتر اندازه لحافتون و یا دکمه منگنه‌ای استفاده کنید که اونم چیز خوبیه و محکم هستش. و اگر بخواید زیپ در نظر بگیرید میتونید حالا مثلا اون 3 سانت رو کمتر بدید و دیگه حالا 2 سانت برای جادوخت زیپتون در نظر بگیرید. ببینید الان لب به لب کارو من زیپ چیز دادم، دکمه قابلمه‌ای دادم و نگاه کنید از لبه کارم 20 سانت میرم جلو و اندازه دکمه ها رو در نظر میگیرم.
برای دکمه ها بعد از لبه کار فاصله بین اون دو تا فاصله بازش 20 سانت میرم جلو و جای دکمه رو در نظر میگیرم. لحافم رو حالا من حالت نمادین درست کردم، یه چیز کوچیک، و داخل کاورم میکنم. به همین راحتی کاور من آماده است. یه کار خیلی ساده و راحت. امیدوارم از این آموزش استفاده بکنید. سوالی بود تو کامنت از من بپرسید. سیف کنید آموزش رو که حتما یه آموزش کاربردی هست و میتونید از این طریق کسب درآمد کنید. برای اینکه لحاف داخل کاور تکون نخوره، به گوشه لحاف و گوشه کاور یه بندینک بزنید و اینا رو به هم دیگه گره بزنید. آموزش ما تموم شد. خدا نگهدار. دوستتون دارم.